شاهین مدرس تحلیلگر و پژوهشگر روابط بین الملل از روم با ماست. آقای مدرس خیلی خوش آمدید. کارشناسان میگن این حملات فصل جدیدیه و جبهه‌ای تازه در جنگ غیر مستقیم اسرائیل و ایران باز کرده. این حملات در عمل چقدر برای جمهوری اسلامی میتونه نگران کننده باشه؟ وقتتون بخیر خانم هان. ما در مطالعات امنیتی یک واژه لاتینی رو استفاده می‌کنیم تحت عنوان مودوس اوپراندی. مودوس اوپراندی به معنی نحوه عملیات هست. شما وقتی که نگاه می‌کنید به نحوه این عملیاتی که انجام شده، مشخص است که دو شریان گازی کشور که بخشی از زیرساخت‌های حیاتی کشور میشه رو مورد هدف قرار دادن، اومدن در بخش‌های مختلفی به شکل همزمان انفجار ایجاد کردن و کاری کردن که به شکل کنترل شده ظرفیت انتقال گاز رو بتونن تا 15% کاهش بدن، اون هم گازی که داره میره به شهرهای اصلی ایران و میتونه باعث ایجاد نارضایتی عمومی بشه. وقتی که چنین عملیاتی انجام شده، اولین سوالی که پیش میاد اینه که دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در چه حالی بودند؟ به دلیل ایجاد دستگاه‌های موازی اونها میشه گفتش که همشون دچار یک نوع فروپاشی اطلاعاتی شدن و عملاً توانایی این رو ندارن که بخوان سیستم‌های ضد جاسوسی داشته باشن یا سیستم‌های تشخیص داشته باشن. بعد مسئله‌ای که پیش میاد اینه که چه گروه یا چه کشوری توانایی این رو داره که بتونه بیاد چنین انفجارهای عظیم و دقیقی رو با حمایت اطلاعاتی و با حمایت عملیاتی انجام بده. خب گروه‌هایی که در داخل ایران فعال هستن و گروه‌های تروریستی هستن اغلب که مشی سلفی هم دارن، توانایی این رو ندارن که خودشون به تنهایی بتونن چنین عملیات‌هایی رو انجام بدن، به خاطر اینکه هنوز اونقدر توسعه پیدا نکردن که بتونن حمایت اطلاعاتی انجام بدن و موقعیت‌های دقیق رو بدونن و بتونن عملیاتی رو با چنین نحوه عملیاتی با چنین مودوس آپراندی انجام بدن. وقتی که چنین عملیاتی در درون جمهوری اسلامی انجام میشه، این به این مفهوم هستش که در درون جمهوری اسلامی اساساً چیزی دیگه تحت عنوان سیستم اطلاعات و ضد اطلاعات معنی نداره. نفوذ به بالاترین لایه‌ها رخ داده و اتفاقی که داره میفته زیر ساخت‌های حیاتی کشور هم میتونن جز اهدافی باشن که گروه‌های یا کشورهایی با توجه به توسعه عملیاتی که در داخل خاک ایران پیدا کردن بتونن اونها رو مورد هدف قرار بدن. آقای مدرس، شما از دقت و کنترل، در واقع کنترل شده بودن این حملات گفتین. مقامات غربی و استراتژیست‌های نظامی سپاه هم به نیویورک تایمز گفتن حملات اسرائیل به خط لوله گاز مستلزم شناخت عمیق تل آویو از زیرساخت‌های ایران بوده. در این شرایط آیا آنطور که علی خامنه‌ای قبل‌تر گفته بود، فکر می‌کنید ایران هنوز جزیره ثبات در منطقه است؟ به نوعی میشه گفت که جمهوری اسلامی مدت هاست که هر گونه ثبات و امنیتی رو از ایران گرفته و نه تنها از ایران، از منطقه اون رو گرفته. شما وقتی که نگاه میکنید به فعالیت های جمهوری اسلامی در منطقه، به صرف فعالیت های خصمانه ای بوده که داشته و فعالیت های مضری بوده که میزان آرامش نسبی که در منطقه خاورمیانه وجود داشته رو اومده کاهش داده. حالا این بار این مسئله به شکل داخلی گریبانگیر خود جمهوری اسلامی شده که یک نظام تمامیت خواهیه که در اون مرحله زوال قرار گرفته و داره سعی میکنه با ایجاد دستگاه‌های اطلاعاتی بیشتر و موازی که به کار دستگاه‌های قبلی نظارت میکنن، یک سیستم پیچیده‌تر و امنیتی‌تری رو ایجاد کنه، غافل از اینکه این موازی‌کاری باعث شده که نفوذ اطلاعاتی به جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح رخ بده و باعث شده که مودوس آپراندی گروه‌های دیگه و کشورهای دیگه در داخل ایران بتونه اینقدر توسعه پیدا کنه. من شما رو ارجاع میدم به لو رفتن تک تک عملیات هایی که جمهوری اسلامی داشت برای از بین بردن افرادی از جامعه یهودیان در کشورهای مختلف، از جمله در قبرس، از جمله در ترکیه. و آقای مدرس، کمتر از یک دقیقه وقت داریم، فکر میکنید آیا ایران قدرت بازدارندگی داره و فکر میکنید آیا این انتقامی بتونه بگیره در خاک اسرائیل به خاطر این حملات؟ ببینید، بحث این هستش که جمهوری اسلامی در درون خاک اسرائیل نمیتونه ورود داشته باشه. یکی بحث وسعت سرزمینی هست. اسرائیل سرزمین کوچکی است و به همین دلیل به خاطر وضعیت امنیتی جمهوری اسلامی توانایی رخنه کردن اونجا رو پیدا نخواهد کرد. نهایت کاری که بتونه بکنه اینه که یا فشار بیاره به گروه‌های نیابتیش برای تشدید فعالیت‌های خودشون، یا با یک سری حملات سایبری بخواد این حمله رو پاسخ بده. اما به هر حال این یک مسئله نوینیه که داره رخ میده.
چون پیش از این اسرائیل همواره میومد اماکن نظامی و اشخاصی که مرتبط با برنامه هسته‌ای بودند رو مورد هدف قرار میداد. این به نوعی میشه گفت یک کشتار بسیار واضح و مبرهن هست به جمهوری اسلامی، برای اینکه بدونید ما توانایی این رو داریم، در صورت نیاز میتونیم حتی زیرساخت‌های حیاتی کشور شما رو هم مختل کنیم. شاهین مدرس، تحلیلگر و پژوهشگر روابط بین الملل از روم، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه.